من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان نهایت عزیز، خواهران و برادران گرامی، موضوع امروز ما در رابطه با فساد هست. فسادی که باعث هلاکت و نابودی انسان میشه. فساد که نقطه مقابلش صلاح هست، به هر نوع تخریب و ویرانگری در روی زمین گفته میشه. یعنی خارج کردن اشیا از حالت اعتدالش فساد هست. الله متعال در رابطه به فساد می فرماید: و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. و اصلاح کن، اصلاحگر باش و راه فسادکاران را پیروی نکن. همچنین در رابطه با موافقین می فرماید که فسادکاران هستند در زمین و یفسدون فی الارض. در آیت دیگری الله متعال بیان می کنه: ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض. یه استفهام انکاری هست. آیا ما بگردانیم آنان را که ایمان آوردن، مؤمنین هستند، اعمال شایسته و نیک انجام میدهند، مانند فسادکاران در روی زمین؟ یعنی هرگز نه. هیچگاه فسادکاران و اصلاح کنندگان برابر نیستند. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. و از حد مگذرید و در زمین از جمله فسادکاران نباشید. همچنین در آیات متعددی الله متعال فسادکاران را و کلمه فساد را، موضوع فساد را با گناهان مختلف مطرح کرده و با ویرانگری ها و تخریب های مختلف در روی زمین ذکر کرده. فساد اگر ما متوجه شویم از وجود خود انسان شروع میشه و بالاخره در جامعه و اجتماع سرایت میکنه. یعنی فساد فی الارض میشه، فساد در روی زمین. عقاید خرافی، اندیشه های غلط، افکار منفی، ضعف ایمان، ضعف اراده، عدم هدف و مقصد برای زندگی، کینه، دشمنی، بغض، حسادت، غیبت، تهمت، سخنچینی، جنگ، دشنام دادن، مکر و فریب، غرور و تکبر، خودخواهی، نگاه حرام به نامحرمان، زنا، بی‌حجابی، دزدی، رشوت، خوردن مال غیر، قتل، همه از جمله انواع فسادها است. فسادهای نفسانی، اخلاقی و اجتماعی که در جامعه سرایت میکنه و جامعه را تخریب میکنه و در اصل منشأش وجود خود انسان هست و بالاخره باعث هلاکت و نابودی دنیا و آخرت انسان هم میشه. الله سبحانه و تعالی همه ما را برای ابتلا و آزمایش خلق کرده. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله سبحانه و تعالی ذاتی هست که مرگ و زندگانی را آفریده برای این که امتحان کند، آزمایش کند که کدامی از شما بهتر عمل میکنید، احسن عمل میکنید. والله یعلم المفسد من المصلح. الله سبحانه و تعالی جدا میکند، معرفی میکند مفسدین را، فسادکاران را، فساد پیشه کنندگان را و اصلاح کنندگان و اصلاح کاران. پس دوستان حیط عزیز، باید نهایت تلاش کنیم تا از هر نوع فساد نفسانی و اخلاقی و اجتماعی خود را محفوظ داشته باشیم، چون تمامش دخالت و نفوس شیطان هست که میخواهد زندگی دنیا و آخرت ما را برباد و نابود کنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.